خدایا میخیاندن خواسته شده من خدایا خدایا خودت رحم کنی خدایا جان چیزی که نظر خودت دستم خدا جان خدایا خودت برای شفا بده خدایا از دربار خود برای شفا بده خدایا جان آمین الله آمین خدایا رحم کنی خدایا از دربار بندگان رحم خدایا برام خداوندی که زمین و آسمان آفرید، من و تو این هستی جهان آفرید. امید دارم که هر کجای هستین خوب و صحت مند سر حال باشین. بازم برنامه کمک و همکاری با من فیاض نجمی در خدمت شما هستم. ما هم آمدیم امروز به حد و اندازه و به حسب توان خود همدردی بکنیم و اگر شما انشاءالله همدردی و کمک همکاری داشتین ما در خدمت هستیم تا بتونیم به زودترین فرصت دست جوان را بگیریم و کمک همکاری داشته باشیم. و در ضمن یادآوری بکنم که جوان ما انشاءالله اگر حاضر شدن نزد دکتر هم میبریم تا دقیقاً چک بکنن و اگر کمره باشه میفهمن خیلی خوبتر چک میکنن و تمام امکاناتش مهیا میکنیم انشاءالله توسط برنامه کمک همکاری. اینجا هم خانه محمد آصف است، بعض دوستا و نهادهای خیریه دیگه هم اومدن کمک همکاری کردن، اما میخوایم ما هم به نوبه خود یک مقدار کمک همکاری از طرف دوستا داشته باشیم. بریم سر بزنیم که با چی حالت است و بیشتر و بیشتر از این طریق معرفی شویم. بازم وقت شما بخیر، امیدوارم که خوب و صحت مند سر حال باشین. بالاخره رسیدیم خانه محمد آصف و آصف همراه پدر کلان خود از اینجا. خب نسبت بعد مشون بعضی از مشکلات مادر محمد آصف حاضر نشد که تصویرش بگیریم، اما خود پدر کلان محمد آصف در روی سر همراه ما هست و پلک از طرف دوستا آمده انشاءالله خدمتشان تقدیم میکنیم و یک مقدار کمک همکاری هم خواستیم از طرف برنامه ما داشته باشیم. نسبت که دوستا مسیج گذاشته بودن زنگ زده بودن که با محمد آصف کمک همکاری بکنین. میبینین حالتش خراب است و درد آصف درد امروز درد خود آصف نیست، درد همه مردم افغانستان است. آصف امروز درد میکشه، طفلکی هست که واقعا درد داره. تشکر میکنیم از اوی دعوتن دارای ما که به زودترین فرصت شتافتن و از محمد آصف تصویر گرفتن و به مردم جهان نشان دادن که محمد آصف مشکلات داره و امروز هر کس سر میزنه و خبر از محمد آصف میگیره. آصف جان خوب هستی؟ خوب هستم. صحتمند هستی؟ بله. جان لالا چی مشکل داری؟ درد میکنه. کجا درد میکنه؟ درد میکنه. شکم درد داره؟ میده است؟ اینجا درد. خوب نشدی؟ نه. گاهی وقت خوب میبشی یا دوام دارم تو درد میکنه؟ دوام دار درد داره. آه وطن دارای ما آمدن و از خودت خبر میگیرن خب؟ انشاءالله باز در این فرصت افغانستان رفتی پیش دکترها؟ بسیار رفتیم زیاد بخیر. چی گفتن؟ میگم نمیشه تداویش. نمیشه تداویش؟ چند سال هستی؟ 14. آصف جان 14 سال سن داره. بریم از پدر کلانش بشنویم که با چه مشکلاتی هستن. شما هم خسته نباشین. خوب هستین انشاءالله صدمند هستین. سلامت باشین. تشکر. بین از درد آصف جان بگوین که چه مشکل داره. خودم داشتم خانی و جواب
دیگه شب خانه بسترش که اینده شب خانه فرانسوی بسیار نخت دوا گمش که بسیار ماینات داره دیگه در شب خانه فرانسوی ها بردیم در وجه بردیم در شب وزیر اکبر خان بردیم در سیاد تفل بردیم بسترش که در امریک کمپلیس بردیم گفت شب 5000 میگرم از چیزش مایناتش هم بیادی که یک 7000 گفت یک 6000 گفت این دیگه ما نشد دیگه ما غریب بیچاره هستیم مقصد اما قد واسه قدر میکن که یک لباس شانه یک چیزی برشان میکن دیگه اون که ما هم جاد واسه ندارم خدا میرم چند سال شده این مریضی از یک مریضی از یک سال میشه های سال مطوره سال این مطوره یک روز خوب میوشه در روز دیگه مطوره والا شما بارا همیجه گیران که به خاطر میگیران که بخاطر اینکه میشه می همیجه صدق میشینیم از نوکری که میگم که میرقم میکنم ما هم خسته بشیم گیران میگم قبلش مصرف خانواده زیرا شما میدین بله کس ندارم بیادر کلان ندارم بیکار از آرین بچه نکنی بیکار از پنج هشت بچه نکنی خوش سیزده تره را فرق رو بیچارگی به حد اندازه ایزی شده که ای خدا خدا رحم بکن بالای مردم ما با کشور ما تمام مردم ما انشاءالله خداوند مهربان است که با این فامیل هم که دوستا کمک همکاری کردن و بتانن هم کمک همکاریشون برشان برسن سپاس از تمام تک تک شما وطنداران که همیشه کمک همکاری کردین و زیاد وقتشان نمیگیریم آصف جان میخوایی پیش دکتر بری؟ یعنی در افغانستان دیگه نمیخوایی بری؟ میخوایی افغانستان میگم درد نداشته باشم درد نداشته باشی؟ درد نداشته باشم انشالله بخیر اگر خارج زمینه جور شده میری پاکستان اینجا؟ دوزن اینجا برم مریضی تشخیص نشده؟ نه مریضی را تشخیص نتونست؟ چی میگن دکتر هایی؟ پاکستان بر، من چند دیگه فکر باید تو پاکستان بر آسو مکتب میرفتی؟ بله سن به چند بودی؟ نه حالا میری یا علاج کردی؟ ایری سال بود مریضی این سال ها بخیر بزرطن این فرصت جور میشی وطن دارای ممراه تا از خواهد؟ فاهمیدی؟ گلانا چی نکو ایج وقت تشویش نکو سر تا بالا بگی خداوند مهربان درد و مشکلات بالا هر یکی از جانانش تنها بالا خودت نیست این روز همه مردم ما داره هم مرد و کسی است که اون رو مقابله میکنه با مریضیش خداوند این روز آورده اما انشاءالله خوشی های خیلی خوب در انتظارت است خب خدا مهربان است ها سلامت باشین تشکر از وطندارای ما که هر لحظه کمک همکاریشان و یاریشان بر این خانواده ها رسیدن بازم خانواده های عزیز مقدار کمک همکاری هم روی ما کرده بودن که با این خانواده ما گزارش میکنیم مرحوم ناجیه مبلغ 7000 افغانی و فروغ هم مبلغ 13000 افغانی مجموعا 20000 افغانی خدمت شما آصف جان تقدیم که از این پل اگر بر افغانستان کدام جای امکانات بود برین اگر سر بزنین اگر همراه ما میرین شفاخانه ببرم تا چه قصه میبینیم مبلغ 20000 افغانی از طرف مرحوم ناجیه و فروغ فروغ و بون فروغ سلامت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 هم 20 افغانی آصف جان 20000 افغانی از طرف مرحوم ناجیه و همچنان فروغ جان خدمت خودتان تقدیم و انشاءالله خداوند مهربان است با 20000 افغانی فعلا اگر یک آرد ندارین برین ندارین روغن ندارین بگیرین و دیگه دوستا هم اگر کمک همکاری کردن انشاءالله در خدمت هستیم و در اخیر گفتنیتان پیامتان برای مردم ما می لحظه که میبینن چی است در مورد محمد آصف از دوستا کمک میخواین چه بکنن هم بایدون ما از کل مردم تشکر میکنیم که از مسلمان است با ما کمک تشکر زنده باشه خانه تان آباد سلامت باشین تشکر در قبال مریضی محمد آصف از دوستای ما کدام چیز تقاضا اگر داشته باشین چی کنن دوستای ما که میان از بینیده هستن کمک کنن هم رایتان نکنن چه خواست آصف جان از دوستای ما چی میخوایی بر خودت همین از اکی بینیده هستن میخوام کمک کنم اجور شو خدا مهربان جان لالاش خدا مهربان است سلامت باشین تشکر در اخیر یک دعا برای وطنداران ما هم میکنیم که سلامت باشن لقمه نانشان برای نصف میکنن برای وطنداران ما به هر مراد به هر مقصد که روان کردن خدای نخواسته به منظور این نیست که برای شما محتاج هستین نیازمند فقط به خاطر این وطن دوستی و همدردی و برادری ما است برادر محترم که همین برادر ما مریض است ان شاء الله بزودی فرصت صحت من شود تنها من نه اما مردمی که همین اکنون بینیده هستند بله کسایی که مسلمان در سراسر جهان دوستای خود بالا بکنن که محمد آصف جان بزودی فرصت صحت من شود و هر جایی که هستین خوش و آرام و صلح و آرامش در وطن ما کی از بدبختی نجات پیدا کنیم
سلامت باشین. تشکر. انشالله هر خدمتی که بود ما در خدمت هستیم، در ارتباط می باشیم و دوستای عزیزم که میخواین کمک همکاری بکنن در برنامه بعدی و در برنامه قبلی ما مثبت 93 782 92 9072، بازم تکرار میکنم مثبت 93 782 92 9072. یکان رای حسان است که میتونیم برای ما وصل شوین. واتساب وایبر ایمو در خدمت شما هست، ما در خدمت شما هستیم. بر تلاش همی هستیم که بتونیم امانت هایی که ما یک وسیله خیر که هستیم و وسیله ما دوامدار پایدار باشه و بتونیم کمک همکاری داشته باشیم. یک نکته دیگر هم یادآوری بکنم که بشیر جان فعلا در پاکستان به سر میبره که انشالله خبرهای خوش در راه هست، منتظر برنامه هایش باشین. ممنون، تشکر از شما. تا برنامه بعد و دیدار بعدی شما رو به خداوند یکتا و بی‌نیاز می‌سپاریم. شب روزتان خوش.